در مورد بیشتر گفتگو میکنیم باقای یا ویس وزیر پیشین امور داخله سلام بر شما خوش آمدین به برنامه تشکر. سلام بر شما. ممنون. ما, هم. ما میخوام در نخواست دیدگاه شما را در رابطه به برگزاری جرگه مشورتی سال در مورد رهای 400 زندانی گره طالبان داشته باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از که ما دعوت کردین و خوصا در رابطه به بس جرگه جرگه مشورتی خوب افغانستان اگر به گذشته تاریخی شادم مراجعه کنه خب میبینیم که یعنی کشور هنوز هم ساختارهای سنتیش قابل اعتماد است و قابل اعتبار است و در این زمان هم او طرف در قانون اساسی هم خود لوی جرگه تسجیل شده که باعث یک نهاد بزرگ مشورتی یک شورای بزرگ از مردم افغانستان است که در حالات خاص در صورت ضرورت باشه موردش هم گفته شده که باید تدویر شود و تصمیم گرفته شود اما شورای جرگه مشورتی که امروز دایر شده و بعضی دوستا و امتان ما شما طبعا اراد خود دارن این مبنای حقوقی زیر بیشتر سر چی میکن تاکید میکنن ولی ما فکر میکنیم که چون حکومت یعنی حکومتی که فعلا در اس, اس، این کشور هست و این کشور اداره میکنه این برزنیمی حکومت با هم مشکلاتی که داره برای برش مردم رای داده دیگه خو برایند انتخابات پر از چالش و جنجال که ما و شما گذشتان دیم پشتر، امی هست بلاخره یه حکومتی هست که آمده از اینمی رای جنجالی مردم افغانستان و امروز نبایندگی از این کشور میکنه از این مردم میکنه بنان اگر امیتو یک جرگی یا یک شورای کلانی را دایر میکنه در حالی که ما اونجا پالمان هم داریم در های هم کاملا واضح و روشن د تعریف شده اگر شورای ملی جمع تعداد زیاد دیگه مردمی که از اطراف آمدن از ولسوالی آمدن ما شخصا با باید بگم که وقتی که در گرفتم رفتم هم اکتیاد مردم دیدم مثلا ما با کسای سر خوردیم که واقعا ش... از سطح قریه و آمدن از اسات قریه و شوراها که ما یک زمان که وزیر کشاف داد بودم این شوراها شورای منتخب مردمی بوده که واقعا در وجه نه بس رشوت بود و نه و نه فقط مردم یک تعداد مردمای ندار بودن در سطح قریه و سطح ولسوالی شد با را با بادنزداشت نمو نفوذ که در بین مردم دارن و اعتماد و اعتباری که دارن مردم رو انتخاب کرده امروز مونو هستن علما دین اومد دید اونجا بودن از اون از امو، از اون قشر جامعه و ده ها کسای دیگه هم دیدیم که ریسفیدا و متنفذین هستن مردم و در این زمان مردم هست که میفهمن مشکلات جامعه را در میکنن همشون اونجا هم بودن اونا امی خود لوی جرگی که امروز تدویر شده یک فرصت است برای بحث برن بحث. بحث کنن ما ما, ما فکر میکنم امروز آنچه که اتفاق افتاد در خانم بلقیس هم که ساده شد و برای اسم اتراس یعنی به این مناس که حکومت همه چیز تحمیل نکرده یعنی کدام پروسه تحمیلی نیست درست از حکومت تصمیم گرفته یک تصمیمی است که گرفته شده و, و, و مردم هم برزول لبای گفته اما تعداد از سیاسی ما که ایره مخالفت میکنن با این پروسه خب میگن که غیر قانونی است و مصارف گزاف به پرداخت نمیشه و او طرف واقعا افغانستان یک دروی اومده دیگه باید تر بپذیریم سال که امروز در افغانستان می بین که بپذیریم یک سول تنفیزی است یک ما میگیم قن... تنفیز قانون بله. این ای یکی از مروش های سول است که در کشور سول میگه شورای دارات بود این سول تنفیزی فرصت بله. برای بس است در بله. حالی که اینا 400 زندانی که جرایم سنگین برشان وجود داره بله. و قل عبدی برشان وجود داره نه قانون صلاحیت برای جمهور داده بس. نه بر جرگه داده بس. پس فرصت بر بس برای چی بر زدن قانون نه بر زدن قانون بنا, بنا این ای طرف وقتی که ما میبینیم طرف قانون برای جمهور سال نداده این قانون ج... قانون جزایی افغانستان فعلا اجرا جزایی که است او طرف ما میبینیم که پینال پینال کد مگه نه که قانون جزایی افغانستان اینا وقتی که او طرف رئیس جمهور صلاحیتاش محدود کرده این طرف ما افغانستان در یک در یک مرحله بسیار حساس است که آل می 400 نفر جانی و انیمی مردمایی که جرایم سنگین متهم به او هستند و دا دادگاه هم فیصله خود کرده سانوالی هم دو رو تکمیل کرد دادگاه بالاخره چیز کرد فیصله کرد آل ایری رئیس جمهور چی کردن رها کرده نمیتونه به اساس صلاحیت حکمش او طرف هم اگر یگانه صلاحیت داره رئیس میتونه به حبس ابدی محکومشان کنه بله. و او طرف امریکا و جمع کشورای که افغانستان حمایت میکنن اونا هم این پروسه سال را چون ما گفتم که سال سال تنفیزی است یه به نام انفورس پیس میگن اگر جنبه قانونی داشته باشه نداشته باشه ما باید رها بکنیم چون تر. چون در اوایل که با با ایالات متحده آمریکا مذاکره میکردن این بحثا باید دموج امرای حکومت افغانستان باید چی مطرح از اون خاطر است که همیشه ما ملاحظه بود که باید حکومت افغانستان ما باشیم در نظام یا نباشیم این می نظام این حکومت است باید حکومت افغانستان در مذاکراتی که امریکا با طالبان داشت باید یک طرف قضیه می بود ده اونجا چی مشکل بود که حکومت افغانستان در پروسه شامل نشد خب بالاخره این خب کار دیگه مطمئن است کار پاکستان بود دیگر خب پاکستانی ها نخواستن که حکومت افغانستان دی پروسه باشن یعنی طالبا هم میشد که امریکا اما قدر که پروسه تا اینجا تحصیل کرد آمد در او وقت پاکستان هم قنات میدادن که باید این مذاکرات باید شکل سیزولی داشته باشه یک زل... یک طرف قضیه دولت افغانستان است یک طرف قضیه طالبا هست و یک طرف از اون اول اشتباه از اون اول ما بس ما این بود که امرای دکتر خیلی که یک درست. دو فرصت برابر شد دیگه دوستا بس بود که باید این ای پروسه باید همش چی باشه یعنی سه جانب اصلی باید وجود داشته باشه حالا ما وقتی که مردم افغانستان میگه که اعتراف میکنه که طالبا یک واقعت است <laughs> پس حکومت افغانستان نیست خو یه هم دیگه جفایی است که بر مردم افغانستان میشه که بادرس هیچ با و ما شما که می داشتیم امال فعلا این نمی خو زیر بیرق از کشور زندگی میکنیم با قطار باید بگیم میتونه نیست که اگه کسی به حکومت طرف داری کنه ولی به نفع حکومت گپ زدی به نفع شرفنی گپ زد این ما ما به نفع خود گپ میزنیم میشه آقای بر مکرسش همی هم همین است که در سال 1398 درگی مشورتی که در مورد سال برگزار شد با. در 23 ماده قطنامه صادر شد با. در اونجا در ماده 13 مردم بر رئیس جمهور اجازه دادن صلاحیت دادن که در مورد راهی زندانیان تصمیم میگیره ما 369 میلیون افغانی را در همان زمان هزینه بالا. کردیم بالا. این بار هم در حدود 330 میلیون دیگر هزینه میکنیم در مورد 400 زندانی دیگر تصمیم میگیریم که نیاز بر این دیدن همش یعنی بر هر گروه زندانی گروه طالبان بسرف 10000 دلار در تصمیم میگه پس ولی یک چیز متوجه باشیم که او سالات جمهور داده بودن سال اما سالات ازی که رئیس جمهور خونه اقتدار یک سالات داشت اون 4600 بچه کار خودشم خود رئیس جمهور میگه 400 4600 سالات داشت من رها کردم اما این 400 نفر که مانده راه بر وجود داشت ما اینجا حقوق دانا را داشته اشاره کردن با یک با... فرمان تقنینی که در حال حاضر مشان جرگه و مجلس نمایندگان در تعطیلی به سر ممکن بود که این زندانیان هم رها و تغییر در من فکر کل میکنم, میکنم که به البته چیز است ما در مسائل حقوقی زیاد مداخله نمیکنم اما فکر میکنم که یگانه بیس یا اساس تصمیر که دولت گرفته به خاطر دایر کردن جرگه با با که باید این میچاره سر نوش نفر میشه کوشش شده که امی 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 پروسه رئیس جمهور باری که سر میه. بار ملامتی را بگذاره خب دوش مردم. بار بار ملامتی میگه یا یک یک مسئولیت بسیار بزرگ تاریخی است که فردا این رئیس جمهور مثلا دوری کارش ختم میشه. یا حکومت دیگه می یک نظام دیگه می ممکن است مردم اعتراض کنه رئیس جمهور گفت اعتراض وجود داره 4600 رها شد بالاخره به سطح بلند شد بالاخره 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 رئیس جمهور یک روز میگه گفت من خو بیانت یک آرای مردم حداقل مکانیزمی که وجود داشت به اختیار ما وجود به اختیار حکومت افغانستان قرار داشت با استفاده از او یک بخش از آرای مردم مراجع کردم در جرگه که من پیشتر گفتم بر شما اینه مردم غیر از مردم کسایی که سیاسی هستند دیگه مردم که اعضای خود جرگه هست از این اصد قریه آمده من فکر میکنم خوب است یک بافت اجتماعی و سیاسی جامعه افغانستان در 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 در, در جرگه بالاخره حضور پیدا میکنه و نمایندگی میکنه اگه بگیم که مف... آیا مفادش بیشتر است یا ای که نسبت به اینکه مثلا زرای من میگم که مفاد, سی... مفاد, سیاسیش و اجتماعیش و تا تباد سیاسی و اجتماعیش و از آر لازو قیام قوی میشه اگر نه در غیر زو خانه جمهور است قانون اساسی است شورای ملی ما شما داریم دو مجلس داشتیم آ... میشد اما در این مجلس که هم شورای ولایتی است هم آ... چیز نماینده دو مجلس بودن و هم یک جمع دیگه از مردم افغانستان جمع آ... آ... سیاسیون و نماینده یا تاسات قریا و شورا ها دا شرکت داشتن من فکر میکنم این خوب است درست شما رفتین به جرگه در اونجا با مردم هم صحبت کردین فکر میکنین برای یند این جرگه چه خواهد بود برای این جرگه خوب من که امروز چند نفر صحبت کنم یک چند نفر شما رو که وزیر همین شما خوب وزیر هستین می حکومت بالاخره می آیا واقعا با می تصمیم که ما بگیریم همین دولت مشوره بتیم چون مشورتی هست بگیم که میاره خیر از به خاطر یک 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 آینده روشن و واضحه که مثلا یک سال دائمی به عزت مردم افغانستان مال مردم افغانستان جان مردم افغانستان درمان با نزدشان درمان افشا و با آمدن سال البته دو صورت گفت اگر این گپ کلان باشه تصویر کلان خوب ما امیر به خیر سلام مملکت میدانیم اما این که خدا ما را میبخشه گفت یکی گفت ما را خداوند میبخشه می و الا به خاطر اگر صلح آرامش دایمی باشه گفت ما گمان مطمئن که خداوند ما را در روز آخرت خود بخشید اما در ز... این البته شما گفتین ما داره. از زبان مردم میگم باز ما گفتم که نه ان که خداوند کمک کنه ما م... میفهمم که این ای سال تنها از جانب افغانستان نیست مردم افغانستان سلام میخواه ولی سال رو که قیمتش یک 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 سال دائمی و سرتاسری و دیگه ختم خشونت جنگ بالاخره برادرکشی و خونریزی کشور باشه کاش که تو باشه ایناله اما اما ما نمیفهمیم که مثلا امی قدره که ما این طرف بسیار زیاد چی هستیم خوشبین هستیم برای پروسه آیا طالبا طلبان واقعا کدام خوشبینی دارن به بله. بله. یعنی واقعا میفهم که هم می آیا یک تضمین وجود داره یا نداره اینی به مسائل است که من فکر می که تا زمانی که مذاکرات بین الافغانی که ما شما میگیم تا مذاکرات شروع نشه ما که منافع طالبا از کدام چیز از کدام زاویه بیشتر پیش میان مثلا سر ساختار سیاسی گپ میزنن سر ساختار اجتماعی گپ میزنن بالاخره دیدگاهشان با ما چقدر اختلافاتش عمیق است چقدر در اختلافات ممکن سطحی باشه من مطمئن هستم که نیست اما اختلافات عمیق است اما یک دفعه ولی یک چیزی که رئیس جمهور تاکیدا در بیانش گفت فروزم در روز دوم گفت که یعنی یک اجماع منطقی وجود داره برای اینکه نظام دموکراتیک و مردم سالار در افغانستان افشا که برات از جمهوریت است خب اگر اگر قرار باشه که طالبان در اصل و میگم موافقه کرده باشن خب ما میگیم بیاین که می طالبان این پروسه دفعه چی دموکراتیک داخل شون باز درست. مثل دگه عذاب جهادی ما و دیگه عذاب سیاسی که میان دسنه و میرن بیاین و یک روز در پای خود کاندید کنن و مردم بله. برشان پای سند مشکلات در درون حکومت بیشتر از این است که ما بریم جلب توجهی بر طرف طالبان هم داشته باشیم اونها بالاخره در قسمت چی میخواین در حال حاضر حکومت کارهایش شما منسجم میبینین در بخش پرسی سال افغانستان خب مشکلات مشکلات ما میفهم که نه دا وجود داره ولی ما تا جایی که میفهم خو رئیس جمهور افغانستان است و طرف شورای علی سال است و این طرف نادای دیگه امنیتی ماستن از طرف ازاده حکومت کدام کدام نامانگی بسیار جدی وجود نداره خو اینمی کسایی که امروز رئی، رئیس و رئیس جمهور و کسایی که در اصل قدرت هستند خو اینم پروسه رهبری میکنن که او طرف یک طرف دکتر اسب عبدالله یک طرف خود رئیس جمهور هست خب رهبری پروسه باشه بر یک طرف اما این که در حال حاضر که مردم اومدن را کردن در این جرگه هر کدامش قربانی دادن عزیزشون از دست بله دادن اما میخوان که نور رها شون شما بله. سربازان از دست بله دادن و میگن که باید رها شون بله. اما یا بله. فکر میکنین حکومت در همین یک مرحله برسه از چوکی تیر خواهد شد کسانی که در حال حاضر در راست قرار دارند والا من نمیتونم به نمایندگی از حکومت در این مساله صحبت کنم اما برمان یک شهروند با... میتونید یک شهروند من فکر میکنم که اگر در مرحله از حساس قرار بگیریم و دو گزینه داشته باشیم که آیا تداوم قدرت باشه یا یا ختم جنگ باشه و دا و سال دائمی باشه ما فکر میکنم که در اون او صورت باز ضرورت هست که باید تجدید نظر شود دیگه کدام گزینه نداریم نشانه از این میبینین که واقعا تجدید نظر صورت آل, آل... بگیره ما فکر میکنم بسیار پیش از وقت است آلمان ها فهم کمی اجندایی که ما داریم خب پرسش مردم هم شامل... که زمان که مردم از نظر هستن قربانی از, از نظر... مثلا از نظر ما یک شهروند بایس وزیر داخلی وزیر از کشور وزیر صاحب از کشور داخلی مملکت ما که ما باید وقتی که هر مذاکره می میباشه پیش از که ما با مذاکره میریم باید حدود و مسائلی که سرش بحث میکنه مذاکره میکنیم باید معلوم باشه چون حال مسئله آینده افغانستان است سرنوشت یک ملت است ما سر ساختار قدرت با طالبا باید مذاکره کنیم ما باید نه. سر ساختار اجتماعی از کشور باید مذاکره کنیم سر ساختار اقتصادی از کشور مذاکره کنیم سر ساختار امنیتی و نظامی از کشور ما چیز کنیم مذا... داخل مذاکره شیم ما باید در در بحث روابط ما روابط خارجی ما و سیاست خارجی ما با منطقه و با کشورهای دول دیگه ما باید داخل مذاکره که ما ببینیم که طالبان بالاخره داشتهای فکریشون چی است مثلا ما میگیم که ما این یک نظام جمهوری می که کل نظام اسلامی هست جمهوری هست و یک اصل اساسیش انتخابات هست آیا شما به این باور دارین به این به این آیا شما برای مردم اعتراض میگذارین این جس که یخاش خوش میشه که طالب میخوای خواد نه اگه طالب هم میخواست خواست خوب و نگ نه با من رئیس است که طالبان طرفدار یک نظام دیکتاتوری تحکومی چیز هستند مذهبی هستند یا یک نظام تمامیت های مذهبی هستند در اون صورت باز ما شاید به این مذاکرات در اون مرحله به بنبست مواجه شد مگر ای که خدا در او در دیگه مثلا یک جانب قضیه جامعه بین ملی است امروز افغانستان متاسفانه ما باید بگیم که از, از کل ما باید انتقاد کنیم سر خود یعنی ما فرصت های بسیار زیادی برای ما وجود داشت که در طول بس 20 سال گذشته باید افغانستان هم حداقل به یک مرحله خودکفایی کفایی نیمه خود میرساندیم امروز ما باید افغانستان او قدری که محتاج وابسته کمک های بین ملی است شما قبول کنید ما عین مر شما میگم همین از بودجه حکومت ما فعلا خبر ندارم حداقل زمانی که من مسئولیت وزارت داخله داشتم ما تقریبا تمام مصارف لوجستیکی ما تامین نمیتون کلش از طرف نیروی بین المللی و از طرف آمریکا تا چی میشد ماش پلیس هم یاله توسط 15 16 کشوری که از طریق لطفا میگن صندوق وجی حمایت پلیس است و, و حکومت قانون است از طریق هنوزم پرداخت میشه و می ترتیب تمام آشا و و, مواد دیگه کمکی سلاح و مهمات همه چیز ما از طرف امایه قوای و ما همه چیز ما از طرف جامعه بین المللی میشه ایناله صرف یک قسمت یک فیصدی کمه چیز از ماشات پلیس است و پلیسی که خارج از تشکیل است و بعض مسائل تامیناتی دیگه است که از طرف از بودجه حکومت افغانستان تبع میشه اما در مجموع کل از اون چه قدر است مثلا 500 میلیون دلار است سالانه یا 600 میلیون دلار و مسارف نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان سالانه 5 دوود 5 میلیارد دلار است این 5 میلیارد دلار ما از کجا میکنیم خو از خاطر است که این حکومت اینمی افغانستان و این امی حکومت این مجبوریت خود داره ما مجبور که به صدای جامی بین ملی لبیک بگوییم آه آه بله. تا جایی که میتونیم ما از اونا رو بسلا, بسلا انگلیسی میگه کامدیت کنیم و و و بپذیریم و که مجبور هستیم اگر ما یک کشوری بله. که خود ما مقتدر می بله. بودیم، اقتصاد می داشتیم قدرت سیاسی ما اتحاد ملی ما همه اقتدار ملی ما همه چیز ما به میبود می دیگه ما بله. در یک وضعیت قرار خب بر در کنار زین ما می روی وضعیت امنیتی از شما بپرسم با راه این 400 زندانی گروه طالبان ما دیدیم که هر قرار که زندانیان رها شده میرفت با اون شدت ها میرفت به طرف بالا در یک شبانه روز هم شاهد این بودیم که در 15 ولایت درگیری به شکل بله. شدیدش بله. وجود داشت پیامد رهایی این 400 زندانی چی خواهد بود آیا واقعا میتونه که سطح خوشتاره تا اندازه کاهش بده حالا طالب مثلا گفتن که اگر این 400 نفر ما رها شود به مجرد که رها شود بروز رئیس جمهور هم در نتخش مسئله ریاد کرد که آجل مذاکرات شروع میشه و ای برای اندش در این زمانی است که خشونت ها به صورت قابل مرزه کاهش پیدا میکنه و حتی زمینه آتش بس دو طرفه وجود داره یکی دیگه خود در مثلا نو تاوت کردن طالبا که کسایی که از زندان ها میشن و پس دوباره این به طرف خانه و کاشانه خود اینا باید برن به قریه خود و با, با فامیلا خود این نشد که نشد اونه خب ما اسناد داره حکومت افغانستان اسناد داره که تعداد زیادی از اینا پس دوباره رفتن به در در صف مربه در صف جنگ در اومدن اینا لی نمید اول وقتی که تضمین وجود نداره پس زمانی که امی امی گیریم که نمیشه یک یک وضعیت تغییر کرد و بالاخره یک توافق صلح به وجود آمد این حال ما میگیم که ای باید به صورت تصویی سریزی باشه که طالبا وقتی که زمانت میتن که افغانستان از افغانستان برای هیچ کشوری برای خود منافع امریکا استفاده نمیشه مثلا با القاعده اینا ارتباط خود دیگه باشن یا با دیگه شبکه های توریستی دیگه این خوب یک یک بحث بسیار پیچیده است از بله. از دید ما که ما مسئولیت یک کلیم سال مسئولیت یک نهاد امنیتی بزرگ از کشور داشتیم و اطلاعاتی اطلاع 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 که پیش ما است و پیش ما و پیش دیگه همکارای ماست است من نمیفهم که کدام معجزه خود شده دگه. خدا کنه که تو باشه که همت یک که صورت گرفته ولی مجزه بر آرامش مردم معجزه بر آرامش مردم معجزه بری که تمام این رابطا قطع شود و, و دیگه که من نمیفهم که طالبات چطور بسیار با با بسیار حکیمیت و بسیار با با اعتماد به نفس میگن که ما اجازه نمیدیم خیلی اینجا دیگه مردم بخلم که دگه هیچ کسی سر دیگه کسی حساب نمیکنه دیگه مردم اینجا هست از وطن دیگه مردم دفاع کرده داخل این صدا رو باید حکومت در مقابلش بلند کنه این خو با... نیست که خیجه چیز از مردم مجاهدینی که در افغانستان ما کل مجاهدین نمیو یک تعداد منحرف شده این از از مسیر آرمانی برآمدن, برامدن. کل شال در میور منافع شخصی و بالاخره فامیل و گپای خود ما مجاهدینی که میگم با آرمانی مبارزه کردن به خاطر دفاع از وطن به خاطر حریت Ee, Uo kocasın, nuas no, da ince. ولی اوتو نیست که ما هم مردم خدا نادیده بگیریم مردمه میگه که خب بالاخره باز یک م... یک اصطلاح داره میگه باز با تنگ اومد با جنگ مردم حال مردم حوصله میکنه میگه باش کمی زمینه یک فعلا مساعد شده می فرصت یک از, دست نره بریم به صورت سلامیز از این پروسه ما چوا تا اینکه خدا خواسته باشه که کاش که نیت تو باشه اراده تو باشه که خیر با فشار امریکا یا فشار دیگه کشورهای حمای... حمایت کننده افغانستان این پروسه به یک نتیجه که ف فبه ها و ایخو آرمان و آرزوی کل ماست که خدا کنه که میتونه دگه ما همی تفلای ما یا اولادای ما که مکتب میره دیگه دگه در فکرش نباشیم که والا باش کجا ترور میکنن یا میکنه میکنه ما مثل ما و دگه احمد که مردم برای بله. زندگی بله. نسبت بله. بارمش بله. سپاس از این که حضوری آفتین ممنون سلامت باشن. باشن.